شاعری اعلام میکنه: زندگی باور میخواهد، آن هم از جنس امید، که اگر سختی به تو سیلی زد، یک امید از ته قلب به تو گوید که خدا هست هنوز. ابراهیم وقتی که کلام خداوند رو لبیک میگه، وقتی به خدا نیز وفاداریش رو اعلام میکنه که به آنچه که خدا گفته میخواد انجام بده، و در کنار پیروزی هاش حتی توی جنگ ها، اما نگرانی و ترس هایی هم داشته. یکی از ترس هاشو ما میدونیم فقط، و اون یک ترسش این بود که فرزندی نداشت و وارثی نداشت و تصور میکرد که از این به بعد چه کسی میتونه بعد از اون وارث باشه. از این رو در کتاب پیدایش 15:1-7 میخونیم که خداوند رو ملاقات میکنه و اعلام میکنه بعد از این وقایع، یعنی بعد از این ترسا، بعد از جنگ ها، بعد از پیروزی ها، ترسایی که داشته، همونطور که من و شما به فیض خداوند به مسیح ایمان آوردیم، این پیروزی ماست، آمین. اما بازم اتفاقایی میفته که ما رو میخواد ببره توی اون قلعه ترس و نگرانی. میگه بعد از این وقایع کلام خداوند در رویا به ابرام رسید و گفت: ای ابرام مترس، این رحمت خداست. وقتی که خدا از ما میخواد ما نترسیم، یعنی در برابر آنچه که باعث ترس ما شده، ذات خداست که رحمت که نصیب ما شده. میگه ای ابرام مترس، من سپر تو هستم، یعنی من حافظ تو هستم، حافظ کامل تو هستم. سپرها رو دیگه دیدید که سپر کوچیک هست، سپر بزرگ هست. هرچی سپر بزرگتر باشه، شخص رزمنده، شخص سرباز، پشت اون بهتر میتونه پناه بگیره. حالا میگه من سپر تو هستم به ابراهیم، چرا که انسان ناخودآگاه خودش رو سرزنش میکنه به خاطر اشتباهات و گناه. اینجا نیاز به یک رحمت داره. ملاقات خدا با ابراهیم رحمت اوه. ملاقات مسیح با همه ما به توسط روح القدس رحمت خدا بوده که نصیب ما شده. پس با این ذات باید آشنا بشیم. ای ابراهیم مترس، من سپر تو هستم و اجر بسیار عظیم تو، یعنی محبت برای تو. ابرام گفت: ای خداوند یهوه، مرا چه خواهی داد و من بی اولاد می روم؟ و داره از ترسش میگه. و مختار خانه من این ایلازر دمشقی است. و ابرام گفت: اینک مرا نسلی ندادی، خانه زادم وارث من است. در ساعت کلام خداوند، یعنی به همون لحظه، همون موقع، یه زمان نبرد، اینطوری نشد یه نفر دیگه بیاد براش نبوت کنه، حالا بره یه قسمتی از کلام رو بخونه. این محبت خداست. در همون زمان میگه در ساعت کلام خداوند به وی در رسیده گفت: این وارث تو نخواهد بود، بلکه کسی که از صلب تو درآید وارث تو خواهد بود. این عدالت خداست. پس رحمتش رو دیدیم، محبتش رو دیدیم، حالا هم عدالتش رو داریم میبینیم. میگه اعلام میکنه و او را بیرون آورده گفت، حالا خدا داره با ابراهیم، ابراهیمی که اینگونه آفریده که دارای مغز و سیستم و باید تجربه کنه. ما همه انسان ها هم اینگونه هستیم. من وقتی دخترم شفا گرفت بازم متقاعد نشدم، چون سیستم مغزی ما اینگونه هستش. باید ببینیم. از این رو هست در مزمور 34:8 اعلام میکنه: بیایید ببینید بچشید، خدا نیکوست، چون ما رو میشناسه، خودش آفریده. حالا خداوند ابراهیم رو میگه بیا بیرون از خونه، بیا تا میخوام به تو چیزهایی رو نشون بدم. توجه کنین، منظورم اون اصولی هستش که ما باید نسبت به یک سپر داشته باشیم. سپر فقط یک شی بزرگ نیست، احتیاج داره که دستگیرم داشته باشه. اتفاقا توی سپر اگر نگاه کنید میبینید که چیزهای دیگه هم قرار دادن.
حالا اون سپر اگر با پوست حیوانات سخت مانند کرگدن که قدیم می ساختن و یا فلزات سعی می کردن روی اون قپه‌هایی رو بذارن که وقتی نیزه می خوره کمونه کنه بیفته جای دیگه. پس سپر هم برای خودش معنی داره، چون وقت نداریم نمی خوام به اون بپردازم. اعلام میکنه اکنون به سوی، میگه و او را بیرون آورد و گفت اکنون به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، هرگاه آنها را توانی شمرد پس به وی گفت ذریت تو چنین خواهد بود. این حکمت خداست که وقتی که منو درک میکنه به زبان من با من میخواد صحبت کنه. وقتی که ابراهیم رو درک کرد به زبان او سخن گفت. وقتی در حضور خدا میری خدا میخواد با تو صحبت کنه، اما با زبان خودت با تو صحبت میکنه. لزومی نداره از تجربه کشیش رسول نسبت به شنیدن صدای خدا بدونی. تو در حضور خدا برو و بذار خدا باهات صحبت کنه. حتما نباید همون گونه که رسول تجربه کرده شما نیز تجربه کنید. و ذریت تو چنین خواهد بود و به خداوند ایمان آورد که این عدالت. اینجا عدالت خدا نیز میبینیم ثابت میشه و مسیح برای من و شما نیز عدالت شد و به خداوند ایمان آورد و او این را برای وی عدالت محسوب کرد. یک رابطه عاشقانه میتونه با خدا داشته باشه و اون هدف مقدس خدا درش هست. پس وی را گفت من هستم یهوه که تو را از اور کلدانیان بیرون آوردم تا این زمین را به ارثیت به تو بخشم. تا زمانی که من نسبت به مشکلاتم و سختی‌هام در حضور خداوند هدف خلقت رو کاملا درک نکردم، مانند مذهبیون میرم در حضور خدا. این مذهبیون گاهی باش معامله میکنم، اینو بده اینو بد میدم، این کارو کنی من این کارو انجام میدم، گاهی این کارو انجام میدم و یا میرم شیریاخت میندازم تو ذهنم و یا انقدر در دام ترس و نگرانی هستم اصلا تصور نمی کنم آنچه که به حضور خدا بردم حتما اجابت خواهد شد، چون خدا رو نمی شناسم. پس من لازمه که این ذات خدا رو بشناسم. ذات خدا که صحبت ازش کردیم، اعلام کردیم، گفتیم محبت هست، بله جان، عدالت، بله رحمت، حکمت، این چهار تا. اگر شما در برابر چنین خدایی رو دارید، چرا کلام خدا میگه به دنبال بت ها نرید؟ چون بت ذاتی نداره که دنبالش بریم، ولی خدا دارای ذات هایی هست که باعث قوت من میشه، مشروط بر این که او رو بشناسم. اگر نشناسم یه شخص مذهبی هستم، با مذهبم دارم حال میکنم، زندگی میکنم، خودباوری هام درون من هست، تصور میکنم کار من درست هست، کلیسامو میرم، ده یکم رو میدم، خیلی کارا میکنم، اما وقتی با ذات خدا آشنا نیستم، هنوز اون جایی ایستادم که کلام خداوند در کتاب هوشیا 4:6 میگه قوم من از عدم معرفت هلاک شدن، من رو نشناختن. چرچیل برای سخنرانی در رادیو وقتی سوار تاکسی بود، به راننده تاکسی میگه، اونو که میذاره که ساختمون رادیو، میگه 20 دقیقه اینجا میتونی باشی تا من برم برگردم. میگه نه راستش الان قراره چرچیل صحبت کنه، میخوام برم خونه صحبتاشو گوش کنم. چرچیل متوجه میشه خب اینو نشناخته و از طرف خوشش میاد و میگه بذار ازش تقدیری هم بکنیم. در کنار که کرایه رو به اون میده، یه تیپ آنچنانی هم بهش میده. طرف تیپه رو که میده میگه عجب تیپی داد. میگه آقا جون منتظر میمونم. میگه مگه نمیخوای سخنرانی چرچیل رو گوش کنیم؟ میگه بابا ولش کن، چرچیل کیه؟ حالا اگر ما خدای حقیقی رو نشناسیم، باور کنید این جوکه، هزار دفعه هم گفتم، نسبت میدم که درک کنیم. اگر ما با ذات خدا هر روز توی رازگاهان، خوندن کلام خداوند، شامگاهان، قبل از خواب باهاش رابطه نداشته باشیم، لمس نکنیم این ذات خدا رو، با خدا همین کارا رو میکنیم. توی مسیر مسیحیتمون هم همین کار رو میکنیم، توی امور خدمتمون هم همین کار رو میکنیم. رابطه نیست، عشق نیست، اما دارم خدمت هم میکنم، چون با ذاتش آشنا نیستم، درک درست نسبت به دعا ندارم،
درک درست نسبت به ده یک ندارم، درک درست نسبت به آزادی ایران کشورم ندارم، فکر میکنم افرادی که این گونه حرف میزنن سیاسی هستن، درک درست نسبت به محبت کردن بلاعوض ندارم و هم به زندگی روحانی خودم آسیب خواهم زد و هم به زندگی اطرافیانی که کنارمون هستن.